صبح همگی به خیر باشه پنجمین روز از چالش لاغری رو با هم شروع می کنیم من برای وعده صبحانه مطابق معمول یه چای ماسالای قهوه آماده کردم که با شیر ترکیب میشه یک عدد تخم مرغ آب پز پنیر پاستوریزه حدود سه چهار عدد گردو که به صورت خرد شده هست و همچنین خیار استفاده کردم شما میتونید از هر نوع سبزیجاتی برای وعده صبحانتون استفاده بکنید چربی مورد نیازمون رو از طریق گردو و همچنین زرده تخم مرغمون تعمین میکنیم من چای مسالا قهوه رو ترجیح میدم برای وعده های صبحانه به خاطر اینکه بعد از خوردن صبحانه تمام فعالیت های روزانه شروع میشه و ما نیاز داریم که با انرژی روزمون رو شروع بکنیم بنابراین شما هم سعی بکنید که از یه چای مسالا قهوه یا خود قهوه برای بعده صبحانه استفاده بکنید نوش جانتون برای وعده نهار من حدود شش قاشق برنج که بدون روغن بود استفاده کردم و همچنین در حقیقت بادمجون کبابی رو با یه مقدار پیاز و یک قاشق غذاخوری روغن زیتون تفت دادم یه مقدار سیر ریختم و بعد یک عدد تخم مرغ زدم بهش به خاطر اینکه من طول روز تا در حقیقت از صبح تا ظهر کلی کلاس دارم و باید انرژیم تعمین بشه بچه از تخم مرغ لطفا وحشت نداشته باشید روغنش روغن مفید هست و شامل اسید آمینه هایی هستش که برای بدن بسیار ضروری هست و از تعداد تخم مرغ های مصرفی طول روز حراس نداشته باشید منتها الان توی برنامه لاغری برای دو هفته هستیم برای همین تعداد مقدار روغنمون یه مقدار کنترل شده باشه بهتر هست برامون امیدوارم که شما هم بتونید از این وعده ها استفاده بکنید شما به جای در حقیقت بادمجون میتونید از هر سبزیجات دیگه ای برای در حقیقت وعده ناهارتون استفاده بکنید هر چیزی که میل داشتید میتونید به همین روش شامل یک تخم مرغ باشه یه قاشق غذاخوری روغن داشته باشید در مجموع میتونید استفاده بکنید برای بعدی اصرونه که همون شب هستش یعنی ساعت هفت من میخورم با توجه به اینکه طول روز میوه مصرفی نداشتم و همچنین دوباره بعد از ظهر تعداد کلاس هم زیاد بودش یه تیکه هندونه استفاده کردم همراهش یه مقدار نان و پنیر پاستوریزه شما به جای پنیر پاستوریزه میتونید که در حقیقت از شیر و یا ماس استفاده کنید ولی خب با توجه به اینکه کنار هند هندوانه ما نمیتونیم شیر یا ماست بخوریم شما میتونید هندونتون رو حذف بکنید و نون و ماست و یا نون و یک لیوان شیر بخورید بدون که شکر بریزید سعی بکنید حتما بعد شامتون رو زودتر میل بکنید و بعدش یه مقدار تحرک نرمال توی خونه داشته باشید و یا یه پیاده روی ساده که زیاد فشار نیفتید و من هینی که در حقیقت ضمن اینکه که فعالیت های روزانه داشتم امروز یه مقدار پیاده رویم هم زیاد بوده یعنی فعالیت هم رو که انجام میدادم حدود این مقدار 14882 قدم در حقیقت پیاده روی داشتم که این مربوط به در حقیقت فعالیت یک و نیم ساعته من هستش حالا بقیه فعالیت هام رو نخواستم که اندازه گیری بکنم امیدوارم که شماها بتونید حداقل هفت هزار قدم الا ده هزار قدم رو در طول روز برای خودتون در نظر بگیرید و نده نظر داشته باشید که الزامن فعالیت‌های سخت بدنی باعث چربی سوزی شما نمیشه در حقیقت هر, هر چقدر فعالیت شما روی عضلاتتون بیشتر باشه درسته که باعث چربی سوزی خواهد شد باعث استحکام در حقیقت عضلات بدن و همچنین تقویت سیستم ایمنی شما هست ولی برای کاهش چربی شما میتونید با یک پیاده روی با فعالیت های روزانه نرمال این کالری رو انجام بدید بنابراین افرادی که نمیتونن وزنه بزنن میتونن فقط پیاده روی داشته باشن